اقدام های صورت گرفته توسط طالبان که موجب کشته شدن صدها غیر نظامی در افغانستان شده، صدای اعتراض و انتقاد سازمان ملل متحد را نیز درآورده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با ابراز نگرانی از افزایش نقض حقوق بشر، از کشته شدن 700 غیر نظامی و زخمی شدن 1406 غیر نظامی دیگر تحت حاکمیت طالبان خبر داد. یوناما چهارشنبه 29 تیر ماه 1401 گزارش خود از وضعیت حقوق بشر پس از 15 آگوست 2021 را منتشر کرد که بررسی های این نهاد شامل کشتار غیر نظامیان، کشتارهای غیرقانونی، شکنجه بازداشت‌های خودسرانه، حقوق زنان و آزادی‌های اساسی می‌شود. بر اساس این گزارش، بر اثر بمب‌گذاری و انفجار مواد انفجاری جاسازی شده توسط افراد منتسب به طالبان و داعش، دست کم 700 غیر نظامی کشته و 1406 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در گزارش مذکور آمده در این مدت 160 مورد قتل فراقانونی، 187 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، 23 مورد بازداشت غیرقانونی، 56 مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات امنیت پیشین توسط طالبان صورت گرفته است. همچنان پس از تسلط طالبان 59 مورد قتل فراقانونی، 22 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و 7 مورد شکنجه و بدرفتاری توسط طالبان با افراد متهم به ارتباط داشتن با داعش به ثبت رسیده است. یافته‌های یوناما نشان می‌دهد که طالبان 18 نفر را به اتهام وابستگی به جبهه مقاومت ملی به گونه فراقانونی کشته، 54 نفر را شکنجه کرده، 113 تن را نیز خودسرانه بازداشت کردند. در بخشی از گزارش آمده 217 مورد مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز توسط طالبان صورت گرفته است. همچنین در این مدت 122 روزنامه نگار خودسرانه بازداشت شدند، 56 روزنامه نگار مورد بدرفتاری قرار گرفته، 33 روزنامه نگار تهدید و 6 روزنامه نگار هم کشته شدند که عامل 5 تن آنها داعش بوده است. این گزارش افزود پس از 15 آگوست 2021 میلادی 47 مدافع حقوق بشر بازداشت، 17 نفر توقیف شده و 17 نفر دیگر نیز مورد تهدید قرار گرفتند. در همین راستا مارکس پوتزل، سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت اکنون زمان آن فرا رسیده که همه افغان‌ها بتوانند پس از 20 سال درگیری مسلحانه در صلح زندگی کنند. به گفته او، نظارت یوناما نشان می‌دهد که پس از تسلط طالبان، با وجود بهبود وضعیت امنیتی، شهروندان به ویژه زنان و دختران از داشتن حقوق کامل انسانی خود محروم شدند. یوناما نقض حقوق زنان را یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های حکومت سرپرست طالبان عنوان کرده و توضیح داده است زنان کشور به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، مشاغل و دیگر جنبه‌های زندگی عمومی محروم شدند. پوتزل از مقام‌های طالبان خواسته است تمام تلاش خود را برای رسیدگی به نگرانی‌ها در مورد نقض حقوق بشر انجام دهند و به تعهد بین‌المللی خود برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر تمام شهروندان عمل کنند. مائده خاموش، اخبار شیعه.